خب این آقای احمد زیدآبادی یک مناظره کرده حدود 2 هفته پیش با آقای متقی استاد رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران که به شدت باید جالب باشه، ولی من ندیده بودم. حالا ایشون خودش تازه به نظر من منتشر شده، مؤسسه حرف نو به نظر میاد این مناظره رو برگزار کرده. زیدآبادی اومدی توضیح داده توی کانالش، من الان میگم که چیه قضیهش. اینه که این مناظره که ما انجام دادیم، حالا من اینجا پلی میکنم به قسمت دموشو، مالا قبل از عادی سازی روابط با عربستانه که به نظر میاد درست باشه. نکته که میخوام بگم اینه، آقای زیدآبادی چند ماه پیش رفت اومد خدافزی کرد، از عرصه سیاسی خدافزی کرد، آقا ما دیگه نیستیم، خوبش برای خودتون، بدش برای خودتون. بعد باید دوباره این نشسته با کی؟ با یه آدم حساس، استادت، یعنی رئیس گروه حقوق دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران، برای رئیس گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران که مناظره به آقای جمهوری اسلامی بودن منافع ملی است. آقا خدافزی کردی به من کردی، نباید خدافزی کنن. یه افرادی که فعالیت های اینجوری انجام میدن دوزه دانشگاهی به بحر نباید بکنن. حالا من این دماشو نشیدم، میخوام میگم چی میگه و بعد در گفته که در صفحه رسمی آپارات حرف نو میتونید برید ببینید. من میخوام دماشو هم چون خیلی هیجان انگیز بود برام، دیدم دو نفر آدم حساسی هم، دماشو گفتم اینجا پلی بکنم خدا هم ببینم. بعد اگر دیدم بعد اصلش دیدم خفن بود و کسایی که دنبال میکنن اونو دیدن ای بابا این تهدید چرا علی بقیه نیست؟ این وضعیت عادی ما نیست که دائم داریم تهدید به سر ببریم، همه خیس کرده باشن فقط گلوی ما رو به اصطلاح بخوان بجوند. خودمون با حرفای خودمون و ندوان کاری های خودمون با دخالت های بی جای خودمون یک فضای تهدیدآمیز درست کردیم. علاوه بر کتل حتی کلمه نرمال الان این فوشه. یعنی شما الان بگید آقا نرمال، من راست میگه این من قبل از عربستانه دیگه، الان چیز نیست. مال سازی میخوایم بکنیم، این سایت هایی که حالا از طرف امنیتی ها جای دیگه بهتون حمله میکنن که میخواد انقلاب رو بفروش. آخه این چه انقلابی که عادی سازی روابط معنای فروختنش هست؟ اگر میخوای امنیت داشته باشی خودت رو برای جنگ آماده کن. ما برای جنگ آماده شدن نتیجهش این تو اقتصاده، این تحریم ها به قول معروف مقصر ما خودمونی، بدون تردید حاصل سیاست های خودمونه. من که نمیخوام شما رو بزنم، من واقعا میترسم اصلا. آقا جرات نمیکنم چیزی بگم. چالش ایجاد کردیم. نه آقا چرا باید از علیف بترسی؟ دستگیر بکنن زندانی. آره دیگه علیف ترسناکه، ترک خیلی شدیدیه. علیف علیف دیگه ترک نیستن اون منطقه آذربایجان، مخصوصا اون بالهاش. از حوصله اینجا خارجی وگرنه میگفتم که ترک نیست. بشه درسته من بگم آقا تقصیر خودته؟ اگه تو خیابون نزنن هم معلومه جای دیگه چه بلای سرم میارن. چیه مشخصه؟ من باید جلوی دهن شما رو گرفت که شما شعار ندید. من دلم خواست شعار بدم. خب این وضعیتی که ما الان داریم وضعیت توسعه یافته است واقعا. آقای زیدآبادی پس باید سیاست خارجی ایران دوره آقای خاتمی رو باید بپذیرید، قبول کنید. چرا اگه سفسطه میکنیم؟ نه شما بحثت انحرافی. من کلا این صندلی سمت چپ، من خدمت بینندگان بگم هر کس میشینه اول منو میزنه. آیا فقه ما اصلا چیزی رو به اسم ایران به رسمیت میشناسه؟ این روی کرد با روی کرد هیچ نظریه پرداز رئالیست و نئورئالیست و ایدئالیست و سازنگار سازگاری نداره. همینی که هست بذار حرفت نادرسته، بذار تمومش کنم بابا جان. من این جمهوری اسلامی من 100 بار بهش گفتم، زمین میاد میگم میخوای بری نابود کنی. بین الملل مبتنی بر شعار نیستش. همین شعار رو نده. خب اگه نیست، اگه نیست همین شعار رو نده. آقا این حصار ایجاد میکنه، هیچ کس احمق نیست. مجبور بشه چی باید اجرا کنه؟ بگه کلمه مجبور بشه که بالاتر از بایده. که شما مصاحبه کننده در بس که نگرفتید. مثلا ما این کیهان رو مثلا نمیدونیم کجای این استیت وایساده. صدق الله العلی العظیم. خب همین 2 دقیقه از خودشون منتشر کردن. آقای زیبا چیز زیبا چنان و دستم در رفت اون هفته ای با آقای چیز بود سفیر برزیل قدیری عبیانه. آقای زیدآبادی من خیلی خوشحالم که خدافزی عرقی بوده، ولی حالا به من نمیستم تیکه تیکه هست، فکر کردم حرف میزنن 2 دقیقه. این میام کاملش رو میشنوم، نکات مغالطه آمیز اگر توش بود میام بعدا اینجا ویدیو دوست کنم، در همین جایی که الان هستید میام منتشر کنم.